بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، برادران عزيز، خواهران محترم، جوانان گران قدر، مسفیدان بزرگوار، یکی از موضوعات بسیار مهمی که مسلمان ها در قسمت ازی بسیار بی تفاوت هستند و موضوعی بسیار خطرناک است، موضوع غیبت یا غیبت است. غیبت در آیات قرآن عظیم الشان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و در اقوال سلف صالح در مورد زشتی های ازی بسیار بحث دقیق صورت گرفته هست، اما متاسفانه که امروز بسیاری از مسلمان ها، حتی مسلمان های دیندار و متدین، حتی مشایخ و بزرگا، در بعضی از مجالس آدم حتی خجالت میکشه که اگر چیزی بگویه، ولی به یک شکل از اشکال انسان به غیبت مبتلا به این میشه که المستمع احد المخطابین، یعنی کسی که غیبت مشنوه بین ما و شما، شیطانت یک وسوسه میکنه بر انسان ها که غیبت، خب اونا غیبت کردن و تو خوشش چی در مجلس تو خوب غیبت نکردی، در حالی که کسی که میشنوه و سر خودش شور میده و برشان گوش میده، ای هم در جمله غیبتگرها داخل میشه و عین گناه را مرتکب میشه. غیبت در لغت سطر است، یعنی هر چیزی که از چشم انسان غایب باشه او را غیب میگن، و غایب و غیبت هم از امی گرفته شده. و در قسمت غیبت بهترین تعریفی که بر غیبت کرده هست شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم است که در حدیث عن ابی هریره رضی الله عنه، حدیث صحیح مسلم است، ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنن، میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اتدرون ما الغیبه، آیا شما میفهمین که غیبت چی هست؟ قالوا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الله و رسوله اعلم، الله و رسولش بهتر میدانند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ذکرک اخاک بما یکره، وقتی که یک برادرت در غیابش یاد میکنی چیزی را که او را بد میبینه، که اگر پیش روش بگویی او از او خفه میشه، و یا اگر خبر شه و خفه میشه. قیله شخصی از اصحاب پرسان میکنه که ارائیت این کان فی اخی ما اقول، گفت اگر آن بدیره که من میگم او در امو برادر من موجود باشه،
قال و رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود گفت که ان کان فیه ما تقول، اگر آنچه که تو میگی در وجود از او امو عیب بالفعل باشه، فقد اغتبته، تو را چی کردی؟ غیبت کردی. و ان لم یکن فیه، باز اگر امو عیب در وجود از او نبود و شما وحی ببر از او گفتین، فقد بحته، شما او را بهتان کردین. پس اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرق کردن بین غیبت و بین بهتان. غیبت اینه میگن که عیب در یک شخص باشه، شما در غیابش او عیبش یاد میکنین. و بهتان چی رو میگن؟ بهتان این است که او عیب در او نباشه، شما بر از اون میگین، پس اینجا این تهمت شد و بهتان شد. یکی از علما میگه که الغیبت ان تذکر اخاک بما یکرهه لو بلغه. امی غیبت است که وقتی که در عقب یک برادر یا خواهرت یک سخن میگی، وقتی او برش برسه، او را بد میبینه. سواء این مساوی است ذکرت نقصانا فی بدنه، یک عیبی در جسم از او را گفتی، در چهریش یک عیب پیدا کردی و او را برای مردم گفتی که قواره شطر است، چشم شطر است، گوش شطر است، سر شطر است، ایست او فی لبسه، یا در لباس هایش، بدی لباس هایش گفتی که یک لباس گنده پوشیده بود، یک کالای پوشیده بود، یک چیزی پوشیده بود که او فی خلقه، یا در اخلاقش، فلانی بسیار بد اخلاق است، بسیار زشت انسان است، بسیار چطور است، چنان است. او فی فعله، یا در افعالی که او انجام میده، او رو در پشت سرش برش میگی که ولی فلانی کار خرابه کرد، فلانی ای کار کرد. او فی دینه، یا مثلا در قسمت دینداری و عباداتش، در پشت سرش بدش میگه که چه بلا نماز خان، ای چه قسم روزه گرفت، ای چه قسم حج رفت، ای چه قسم فلانی کار کرد. او فی دنیاه، یا در مسائل دنیویش. او فی ولده، یا در مورد اولادهایش که یک اولادهای بد اخلاق داره، یک اولادهای لچک داره، یک اولادش فلانی هست. او فی ثوبه، یا در لباسش. او فی داره، یا سر خانهش. او فی دابته، یا حتی سر حیوان و سر موترش و سر فلانیش تبصره کردن در غیاب از اون چیزی که او بد میبینه. دیگر غیبت گاهی با فعل میشه، گاهی با نوشتن میشه، گاهی با اشاره میشه. یعنی تنها این نیست که انسان اگر یک گپزتی در غیبت حساب میشه، بعضی اوقات است با اشارات و با کنایات و با اشارهای چشم ایگپا هم غیبت صورت میگیره. و گاهی هم وقتی که عیبهای یک کسی را نوشته میکنین، ای هم در غیبت داخل میشه، و هم غیبت مرده میشه و هم غیبت زنده میشه. امروز بسیاری کسا هستن وقتی که در مورد کسایی که فوت کردن از مسلمان ها و دیندار ها درباره از او وقتی که غیبت شروع میکنن، بازو به نظرشان نمیه و فکر میکنن که این غیبت نیست و هرچی گفته میرن. در قسمت غیبت های فعلی که الحرکت و الاشارت و الکنایه، با حرکات و با اشاره و با کنایه که گفته میشه، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، مادر ما و شما، میگه که انها اشارت بیدها الى امراه، میگه من تنها با دستم اشاره کردم، ببینید با زبانم نگفتم، اما تو اشاره کردم که او خانم مکه تو چی دست، میگه من گفتم. فقال صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اختبتها، یا ام المؤمنین چی کردی؟ غیبتش کردی، یعنی حتی که با مدستم اشاره کردی. بله. و تصدیق بالغیبت غیبه، و علما میگن که تصدیق به غیبت، این هم غیبت است که شما در یک مجلس شیشتین. چرا تصدیق یا تقریر چی رو میگن؟ ما شما اگه دیده باشیم، اکثرا علما که هستن، گناه علما نسبت گناه عوام الناس بیشتر به خاطر ازی هست که ما شما در حدیث میخونیم که حدیث پیغمبر هم حدیث قولی بود و فعلی بود و تقریری بود. وقتی که رسول یک سخن میگفتن یا یک فعل میکردن و یا یک کاری در مقابلش یک صحابی میکرد و رسول الله صلی الله علیه و آله خاموش میبودن، اینه در جمله تقریر میگه، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله او را اقرار کردن.
پس وقتی شما در مجلس غیبت شیشتین و کسی در مقابل شما غیبت میکنه و شما هیچ عکس العمل نشان نداده، او رو تصدیق کردین و تقریر کرده و این هم در جمله غیبت داخل میشه. ای که سرت شور دادی یا ای که او غیبت کرد، باز تو هم از اون جانب مقابل یک مثاله که خودت هم برش پیش کردی. اول از همه یک روز ما هم دیدیمش که اینطور بوده، یک مثال دیگه فلان است. باز یگانه که خوب است، باز خودش هم غیبت میکنه، برای که دیگه هم یک گول پاس میده. شما هم بگوین یک عیبایشه. انا لله و انا الیه راجعون. پس چی است؟ ای هم در غیبت داخل میشه و تصدیق است. چرا غیبت میکنیم؟ الله در حالی که خوب میفهمیم چرا غیبت میکنیم؟ علت اساسی غیبت کثیف بودن، نجس بودن و چتل بودن قلب است. زبان ترجمان قلب است. اگر قلب انسان سالم باشه در باره کسی، شما خودتان تجربه بکنین و این برای ما تجربه شده، اگر قلبتان در باره کس پاک باشه ولو که صد عیب داشته باشه بر از او عذر پیدا میکنه. قلبتان پاک است برش. وقتی قلبت کثیف شد در مقابل یک کس، بدبینی پیدا کردی، حقد پیدا کردی، باز اونجا زبانت اونمو بدبینی های قلبی تو را ترجمه میکنه در لفظ غیبت، پشت سر گپ زدن، همز و لمز کردن، یا باز زبان به این اشکال ایره ترجمه میکنه. از این خاطر کسی که در قلبتان، و رسول الله هم که میگه که لا تحاقدو، حقد نکنین، بدبین یک دیگه نباشین، ولا تحاسدو، حسادت نکنین. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی میکنه؟ به خاطر ازی که اینمی حقد است، اینمی حسادت است، اینمی که مؤمن برادر مؤمنه و کون و عباد الله اخوانا، مطابق ارشاد رسول الله صلی الله علیه و سلم او را برادرت مثل یک برادر خوب زندگی امرایش نکردی، پس ای برابر ای از چی میشه؟ زبان ترجمان قلب است. و قلبت وقتی کثیف شد، قلبت بدبین شد، قلب حقد پیدا کرد، قلب حسادت پیدا کرد، از این خاطر باز چی میکنم؟ باز اینجا غیبت شروع میشه. اول اسباب غیبت، از این خاطر علما میگن چند سبب داره غیبت. اول شفاء المخطاب غیظه، این غیبت کننده میخواهی که امو بدیهایی که در قلبش است، اما قلب خود جور بکنه. از اون خاطر با غیبت میخواد که دل خود چی کنه؟ امیر آرام بسازه. چرا غیبت میکنه؟ دوم سببش مجامله به امرای کسایی که شیشتن، دوستای بدبین و غیبتگر داره، حال به خاطر بر از اونها دیپلماسی بکنه، بر از اونها کلگک بزنه، بر از اونها بله بله بگه، پس هم در غیبت داخل میشه. خود نگاه کنین از این اسباب. سومش چی هست؟ این هست که ای غیبت کننده در مقابل برادر و خواهر خود بدبین است، بد میبینه او را، از او خاطر غیبت از او را میکنه. چهارمی سببشی است که غیبت او را میکنه تا خود براعت بده، عیبای خود گم کرده، میره فلانی یه عیبه داره، فلانی یه عیبه داره، فلانی یه عیبه داره، فلانی یه عیبه داره، تا که بالاخره سبب میشه که تا که مردم ایره فراموش کنه و در عیبهای دیگه مردم هم مبتلا کنه. دیگه از اسباب غیبت چی هست؟ که خود تکبر و غرور و نفس خود میخواه که بالا بالا در پیش مردم بکشانه و تسکیه بکنه. بخ چی؟ دیگران ناقص هستن، دیگران ضعیف هستن، دیگران خراب گپ میزنن، دیگران دین نمیفهمن، دیگران نمازشان غلط است، دیگران چیزش که هست، هستم و نیستم، من هستم. ششمی سببش حسد است. به خاطر حسادت که دیگرا یک کس را یک خوبیش میگن، باز اینا غیبتش شروع میکنن به خاطر این حسادتی که در مقابل از اونها دارن. و دیگر از اسباب غیبت استهزا هست، سخریه هست، رشخند زدن است، بی عزت ساختن یک فرد مسلمان است.
حکم غیبت چی هست؟ علامه ابن حجر عسقلانی میگه که الغیبت من الکبائر، غیبت از جمله چی هست؟ از جمله گناه های کبیره هست که دلائل زیاد درباره ازی هست. و این حدیث سند میگه که کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. میگه رسول الله هم گفته که هر مسلمان بالای مسلمان دیگه حرام است. چی؟ دمش خونش حرام است و مالش حرام است و عرض و آبرویش. پس وقتی که ریختاندن خون مسلمان گناه کبیره شد، خوردن مال مسلمان چی به سرقت باشه یا غصب باشه یا اختطاف باشه این گناه کبیره هست، ریختاندن خونش گناه کبیره هست، ریختاندن آبروی ازی هم در جمله چی میه؟ گناه های کبیره میه. پس این هم از جمله گناه های کبیره هست و به خاطر ازی که نهی کرده الله سبحانه و تعالی و نهی دلالت به حرام میکنه، پس غیبت حرام است. چرا الله سبحانه و تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اجتنبوا کثیرا من الظن، از بسیار بدگمانی ها اجتناب بکنید. این بعد از ظن اسم، بعضی از این بدگمانی هایی که گمان هایی که شما میکنین این گناه هست. ولا تجسسو، جاسوسی نکنین. ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از شما دیگرانتان را غیبت نکنین. و کسی که غیبت میکنه الله او را با چی تشبیه میکنه؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا یکی از شما دوست داره که گوشت یک برادر خدا در حالی که او فوت کرده گوشت از او رو بخوره؟ فکرهتموه، شما ایره بسیار بد میبینین. وقتی که خوردن گوشت یک انسانی که در حالتی که فوت کرده خوردن گوشت از او رو بد میبینین، غیبت به این معنا هست که شما گوشت یک انسانم میخوری. همین قسم که چتل است به نظر شما، غیبت به این اندازه زشت و چتل است به نزد الله سبحانه و تعالی. واتقوا الله و از الله بترسن، ان الله تواب الرحیم، الله سبحانه و تعالی بسیار پذیرنده توبه است و مهربان است. یعنی کسانی که تا امروز غیبت کردند و نقل مجلسشان غیبت شده و در قسمت غیبت به تفاوت هستند و خوب و گوشت برادر خود خوردن و گوشت خواهر خود در حالی که فوت کردن خوردن، نخورن دیگه، توبه بکنن، رجوع بکنن و بارگاه الله رجوع بکنن. چرا زشتی های از این امی قسم که در قرآن گفته شده است در احادیث صحیحه آمده است؟ عن جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما قال کنا مع النبی صلی الله علیه و سلم، جابر ابن عبدالله میگه که ما امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم. فرتفعت ریح منتنه، میگه یک بوی که بسیار، یک بادی که بسیار منتن بود، بسیار بوی زشت داشت، بسیار بوی بد داشت، او رو نتن میگن یا منتن میگن، مثل که دندان انسان وقتی که بوی میگیره کرم میخورش باز دکتر میگه که منتن شده. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اتدرون ما هذه الريح، آیا میفهمین که این بوی بوی چی هست؟ امی قسم بوی چی هست؟ هذه ریح الذین یختابون المؤمنین، ای بوی انسان هاییست که مؤمنان را غیبتشان می کنن. اقدر بوی ازی زشت از پیش الله و رسولش. نبی سری کسا باز میگن که چی هست؟ غیبت خود نقل مجلس است. اگر این نباشه ذکره المنذری فی الترغیب و ترهیب و لفظ له. و قال حافظ ابن حجر در فتح میگه که سنده صحیح. و عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميگه رسول الله صلى الله عليه وسلم گفت يا معشر من امن باللسانه ولم يدخل الايمان في قلبه، او کسایی که در ایمانتان در زبانتان هست و هنوز ایمانتان در قلب هایتان داخل نشده است، لا تختابوا، غیبت نکنین. ولا تتبعوا عوراتهم، و شما عیبهای مردما را در پشتش نباشین. فانه من اتبع عوراتهم، یقینا کسانی که در عقب بدیهای دیگرا هستن که عیبهای دیگرا را
پیدا بکنن و به دیگر را بگوین، یتبع الله و عورته، الله بدیهای از را تعقیب میکنن و رسوایش میکنن. و من یتبع الله و عورته، و کسی که الله باز عیبهایش حساب گرفت در مقابلش قرار داد در روز قیامت، یفضحه فی بیته، الله رسوایش میکنه در بین منزلش، در بین خانهش الله رسوایش میکنه. رواه ابو داود و لفظ له، و قال الحافظ العراقی فی الاحیاء سنده جید، یعنی سند خوب داره این حدیث. پس برادرای عزیز، خواهرای محترم، بسیاری اوقات است که در بسیاری از مجالس چه قسم ما و شما باید عادت بکنیم، تقوا تنها در نماز نیست، تنها در رکوع نیست، تنها در سجده نیست، تنها در این نیست. تقوا در این هم است که انسان مسلمان و انسان یک تا پرست زبان خود حفظ بکنه از غیبت و بدگویی دیگه مسلمان ها، از بدگویی دیگه برادر و خواهر مسلمانش. اگر کس و ما یک مثالی از انسان های با تقوا را براتون بگم در قسمت غیبت، اگر یک تقوای دیگه هم بکنین پالویتان جایتان چی هست بیرون مردم استاد ماندن، دو دو زانو بشین انشالله، کس پیشروش خالیگاه نباشه، یکمه که حرکت بکنین انشالله و تعالی براتان اجر است. و یک وقت اومده یک پانتون درس میخوندم، در جریان درس خواندن واقعا بسیاری وقتا که انسان درس میخونه در مدارس ما همی است که فقط کتابا رو خواندی، خوانده برو، مشکلش بخش عملی هست که عملا شاگرد نمیفهمونن که ای حلال است، ای حرام است، ای تقوا است، ای نیست. و خصوصا بسیاری اوقات خود مشایخ وقت که دیگر مجلس شیشن غیبت شروع کردن، باز دیگر کسایی که میخواین از اینا اخلاق یاد بگیره او هم اخلاقش خراب میشه و متاسفانه این ما زیاد دیگر. من در یک اتاق زندگی میکنم، امرای من در اتاق یک کسی که بود، من یک ذره حساس بودم، وقتی کس دروازه رو واز میکرد از خواب زود بیدار میشد. و این کس که در اتاق همراه ما بود عادتا امی دروازه را که داخل میشد بزور میزد. باز من بیدار میشدم، نیم ساعت یک ساعت خوابم نمی برد. و این بیادبی بسیار مردم ها دارن، نمی دروازه پیش کردن و دروازه بسته کردن و دروازه واز کردن و دی چیزا، این مشکلات اخلاقی زیاد است. ما در منزل بالا یکی از همسنفی های ما بود، او از موریتانیا میگن، یک کشور افریقایی است، این شیخ حافظ قرآن هم بود و سنفی ما بود، و هر وقتی که ما پیش ازی میرفتم بر ما چای دم میکرد، باز ما وزی یک جای درس میخوندیم، باز بسیاری وقتا همی چاکلیت آواز میکرد ددار ما میداد، باز ما میگه خود تیزر شکم من خوش داشتم چاکلیت های زیر خورده و برزی درس تشریح کردم میرفتم. ما از دانم همه قبر آمد، من گفتم والا امشب من رسه ای خواه نبود، امیان دیوالم گفتم دروازه را بزور زد، من یک ساعت یک و نیم ساعت خواه نکدم، از این خاطر گفتم امروز یک ذره طبیعت خوب نیست سهی درس خوانده نمیدم. آره یک وقت سن روی عزیز ان دیوالم سهل میکنم، امی سنفی گریان داره، استغفر الله اتو اشکاش میریزه. من ایران بار پرسانش کنیم، ما شما را کس نگفته دیگه. من میگم من لذی حدث یا شیخ ماذا بکن؟ والله یا استاد حرام علیک، برای تو خود غیبت داخل کنی و غیبت حرام است و غضب الله نازل شد سرم و غضب رسولش نازل شد، تو چرا غیبت کردی؟ چی گفته؟ برای ما شما خیلی دروازه را زد فلانی کار کرد، ایج در نظر ما شما نمیگی که غیبت است، من روزم فکر نکردیم و غیبت کردیم، تو غیبت کردی؟ چرا گفتی که دروازه را بزور زد؟ چرا گفتی من را به خواه نماند؟ من برای تو چی گناه کردیم؟ چای برای دم نکردم، چاکلیت ندادم اتا، شیرینی برات ندادم، تو ایواز ازی من را خواستی که در دوزخ برتی؟ اینا لله و اینا الیه.
الم تسمع قول الرسول احد المستمع احد المخطئين كسك مشنا ويكي از غيبت كراس يا شيخ حرام عليك يا صدام الظاهر يا مجاهد افغاني ما تردوز عشان كنت افغاني استي وتو مجاهد استي وتو خوانا ما استي وتو ترس تو خمر دوزخ بردي خودت اون دوزخ بده اي قي نفر گريان كت اخر خط بيني توبه بعد از چند سال كت ازي درس ميخوندم جرأت نمی کردم که اول خوب گفت من سنجیدم که حالا باز من نگه در گریان شروع نکنم دمی قسمت دیگر را که گفت من میگم ماشاءالله الحمدلله شد کل ملکون من الملائکه خلاص بارک الله اینمی تقوی میگه او برادر محترم اینمی تقوی است که تو غیبت کسی را نکنی تو آبروی کسی را نرسانی تو یک کسی را پیش یک نفر به دو پیسه نسازی گفتی یکانه که این تقوی میگه یک کسی که یک کسی خفه بود من رفتم برش گفتم که اونا بعضی کسا که از همون بعضی پانتون هست که کتمی شاگرداش هم گفت بزنی آدم های با تقوی تقویش سر انسان تاثیر میکنن دو نفر خفه بودن من رفتم برش گفتم یا شیخ او بسیار شیخ خوب است عالم است حافظ قرآن است دیندار است یه است یک دفعه بر من بچه جوان بود مرگ فی یا شیخ بارک الله فیک انت نصحتنی بارک الله فیک و فی نصیحتک الله تو را اجر بده تو برای من نصیحت کردی این که تو به یک گپایی را که برای من دلائل میری که شیخ حافظ قرآن است و این خوب نماز میکنه و خوب تهجد میکنه و خوب عبادت میکنه و خوب فلان میکنه گفت هذه علاقته بالله این علاقتش با الله است رابطش من در رابطش که الله هیچ مشکل ندارم که من رابطش خراب است من را توهین کرد من را تحقیر کرد آبروی من را ریختان ولی نمی هست که بسیاری وقتا اکثر مردم که از دین متنفر میشه ما رابطه ایم با الله خوب است رابطه ایم که خلق الله خراب است شخصیت مردم را پامال میکنیم دشنام میتیم غیبت میکنیم توهین میکنیم تحقیر میکنیم و حتی بسیاری وقتا بسیاری کسا به نام دین و به نام اسلام توهین و تحقیر دیگر را میکنیم ما تو حق نداریم که وقت دعوت میکنیم حتی در دعوت میگه که یک بی نماز تو که طرف نماز دعوت میکنی سرت پایین بگه که او به شخصیت خود چی نشه تو خوب به خاطر دین الله دعوت میکنی وقتی که مثال میتی بگو من خراب آدم هستم عیب خود بگو نه عیب دیگر آره دست تا طرف خود بگی نه طرف دیگر آره کل مسلمه علی مسلمن على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه چقدر آبروی انسان ها میریزه وقتی که در فیسبوک میباشی به نام مسلمان آبروی مردم میریزانی آیا اجازه دانی کلمات زشت بر مسلمان بگویی آبروی یک نفر میریزانی غیبت یک نفر میخیزی میکنی حسن رضی الله تعالی عنه یک کس غیبتش میگد آمد برش گفت که فلانی نفر غیبت تا میکنه غیبت ما میکنه گفت خلاص رب یک صندوق برش خرما روان کرد گفت برو برش بگو که الله برات اجر بده نمازایی که به من روان کردی الله برات اجر بده تو بسیار خوب خدمت ما را میکنی اینی خرما را بخو خب ببخشی که کم است در مقابل این لطفی که تو کردی در مقابل غیبت نمازت به جانب مقابل روان میکنی عبادتت به جانب مقابل روان میکنی اینمی چیزایی که تو داری برای مردم روان میکنی در این مجلس ششته بودم من خب بسیاری وقتا در یک جای ششته بودم چند نفر گفت استاد می هفته گذشته ما غیبتت کردیم گفتم خدا اجرتان بده بارک الله فیک خفه نشدیم گفتم چرا خفه شدیم شما کار بسیار خوب کردیم در قسمت ما کار بسیار خوب کردیم در قسمت خود کار بسیار زشت کردیم استاد تو چی میگی؟ ما غیبتت کردیم چی گفتیم؟ نوالا سب غیبتت کردیم که این استاد دهی شوجو مگی نامد و دهی روز سه نمیه و در روز دی نمیه و اجتماعی نیست مفتوم شما اول وقتی که در روز دو و روز سه و شوجو مگی و روز اول میهین و تا چل میهین شما خود در روز قیامت در جمله کسای حشر میشین که مال یتیم میخورین به نام اسقاط مال یتیم میخورین به نام روز اول خیرات مال یتیم میخورین به نام روز دو مال یتیم میخورین به نام روز سه و خط مال یتیم میخورین به نام شب و جمعه مال یتیم میخورین به نام روز چهل مال یتیم میخورین وقتی
که شما شکمایتان کته کته کشیدین، باز داخل میرن حق از او یتیمار که یک دو سه لک مانده، نصف 50,000ش اسقاط شد، 20,000ش قرآن شریف های اسقاطی شد، 20,000 دیگهش روز اول شد، 20,000 دیگهش الوای سر قبر شد، و در روز قیامت شما انشاءالله تعالی حشر میشین در جمله کسانی که ان الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا، کسایی که مال یتیما را میخورن اینا در روز قیامت در شکمهایشان آتش در میگیره. مهم نیست که مال یتیما چه قسم بخوری، به هر چلی که بخوری، به هر طرزی که خواهی جامه میپوش، من از طرز چطورکایت رفتارت میفهمی یا چطور دیگه، اینال وقتی که هر قسم مال یتیما بخوری در شکم تو آتش دوزخ هست، به هر نام که میخوری برو بخور. تو پرسان که دیگه ای 20,000 30,000 را که تو در جیبت میپرتی، ای 500 را که در جیبت میپرتی مال یتیم نیست. دست ها خانه من خودم دیدم که مال یتیم است. گفتم این درجه یک. درجه دومش خیر از غیبت مرا بکنی، ما بد مردم، ما بد مردم. و غیبت وقتی که میکنی تو نمازایت برای من روان میکنی، چقدر خوب آدم هم هستی، آجی هم هستی، در روز قیامت در صفت استاد میشم، میمو پروردگارا، پروردگار قضاوت میکنه غیبت تا کرد، آبروی تاریختان او استاد دایی فلانی غیبت تا کرد، چند کات پروردگارا نمازش برم میتی، ده کات پروردگارا این نمازهای تست تست، این نمازهای بیکیفیت، این نمازهایی که خوانده خراب خوانده، نه سنت مراعات کرده و نه فرض و نه واجبه، از این نمازهایش نتی، از اونو ده کات نمازی که در بیت الله شریف با بسیار اخلاص خوانده برم بتی. امی قسم است. من گفتم انشالله که عدالت الهی امی قسم است. خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت، دیده باشی لکه های دامن قصاب را، اونجا در روز قیامت محاسبه میشه، محاسبه میشه در مقابل هر کدام از این که وقتی که زبانت به غیبت باز کردی. چی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ بین یک یک از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بخوانین. رسول الله صلی الله علیه و سلم عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده انهم ذکروا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلا فقالوا لا یاکل حتى یطعم ولا یرحل حتى یرحل له یرحل لهم. قال النبی صلی الله علیه و سلم اختبتموه. اینا عادی گپ زدن. ببینین چقدر غیبت، رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر چیز دقیقه میگه این هم غیبت است. میگه برای فلانی نفر گفتم که فلانی شخص جای سفر نمیره تا که دیگر را ایره در سفر نبره و نمیخوره تا وقتی که دیگر را برش غذا بده. یعنی یک اندازه بدگویی هست. استاد دایی کباب نمیخوره تا که دیگر را برش کباب نخوره، صحیح؟ استاد دایی میمانی جایی نمیره تا که یک کس پشت سرش موتر نبره، صحیح؟ اینا درباره یک شخص همین قسم یک جمله را گفتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ اختبتمو، شما غیبت شکردین، بدگویی شکردین، بدگویی شکردین. فقالوا یا رسول الله، گفتن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم انما حدثنا بما فی، میگه ما خود چیزی که در وجود از او هست همین قسم عادت از اوست. قال حسبک اذا ذکرت اخاک بما فی، اینمی چیزی را که در اون برادرت گفتی اینمی به نظر از اون عیب است. تو را چی بگه باش؟ تو را چی که میخوره نمیخوره، تو را چی که سفر نمیکنه نمیکنه، او سفر میکنه و دیگه هم که سفر میبریش، برای تو چی که روی تسیاه میکنی در مقابلش؟ در غیبت داخل شدی. و یه حدیث هم قال المنذری فی الترغیب و ترهیب رواه الاصبهانی به اسناد حسن و عن سعید بن زید رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال من اربع ربا، بدترین سود زیاده روی. سود چی رو میگن؟ زیادت هم میگن. بدترین سود که از سود مال هم کده بدتر است، الاستطالتو فی عرض المسلمی بغیر حق، که تو زبانت دراز میکنی و زیاده روی میکنی در چی؟ در آبروی یک مسلمان بدون حق،
تو یه حق نداری. تو اگه مسلمان هستی، دیندار هستی، متدین هستی، درست از هر کسی یک عیب داره، عیب مرا دیدی، آبروی مرا نریزان. بی عزت پیش روی مردم مرا نکو. بیا یک جای گوشه که شندی برای بگو که استاد محترم سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بگو برادر اینی اشتباه دارید، اینی فلانی، اینی قسمتت غلط است، اینی قسم صح است. حسن و حسین نواسه های رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدن یک کسی وضو غلط میکنه، ریش سفید است لیکن ریشش سفید چنه؟ وضوش غلط است. یکی سندگی خود سعی کرد گفتی خب وضو اگه خاموش بشینیم نمیشه، اگر بگویم ریش سفید است و ریش سفید ها ماشاءالله یک ذره قاروک هستن که برشان بگویی بسیار سرشان خوش نمیخوره، چطور کنیم؟ گفتن که خیر است. رفتن گفتن پدر جان سلام علیکم. و علیکم سلام، خیریت است؟ گفتن ما دو نفر وضو میکنیم، خودت یک قضاوت بکنیم وضو ما از این سیسی از ما سیست. ریش سفید بیاری نفتا با بشین بودا تا بگرد خرار بشین. خب وضو کتو بجو حسن وضو کرد حسن تو وضو که یعنی که وضو کرد. گفت خب وضوی ما سیسی از این از کدام ما سیست از کدام غلط است. گفت والا بچه های مگر راست بگویم وضوی لالایتون خراب است. یعنی دین برش رساندن اما شخصیت اوموی سفید و بزرگواره خراب نکردن، آبرو و عزت از زور خراب نکردن، هم امر الله را انجام دادن، دو امر الله را انجام دادن. یک امر الله دین برش رسان، دیگه امر الله آبروی برادر مسلمان خدا حفظ کرد. ما و شما وقتی که میگیم از منهج سلف یا کی هستن؟ حسن حسین کی هستن؟ سلف صالح هستن، نواسای رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن. سوال میشه که علاج غیبت چی هست؟ غیبت خوی بدی ها را داره، چه قسم علاج چه بکنیم؟ بالعلم والعمل. اول باید بفهمیم که غیبت چی بدی ها داره. وقتی که غیبت کننده و غیبت شنونده اردوشان بفهمن که در چی غضب الله داخل میشن، عملشان چقدر از بین میرن و چقدر حسنات خدا برای دیگر آمیدن و چقدر گناه های دیگر بالای خود میگیرن. سعی کنین چند مشکل پیدا شد. سخط الله و رسوله، الله و رسولش سرت قار شدن، یک گناه. دومش احباط عملی، اعمال صالحه خود چی کردن؟ پایین کردن، رتبیت پیش الله پایین شد، در جمله فاسق حساب میشه انسان. ای غیبت و دروغ و سخنچینی و ایگه پاک هست بیس الاسم الفسوق، فسق هستن، پس انسان در جمله فاسق حساب میشه. ای دیگر اعطای حسناتی من یختابه، سوم مشکلش که نیکی های خدا، نماز خدا، عبادت خدا، اطاعت خدا برای کی میتن؟ برای کسی که غیبت شکردی. و چهارم گناه های از رو بالای خود جلب میکنه. اگر در روز قیامت باز عمل نداشته باز گناه های از رو میگیره در فرق سر تو میپرد. ای بعد از که درکات نماز ده به مادرت نمیدی، به پدرت نمیتی، یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه، چرا فرار میکنه؟ که باشی پدرم درکات نماز از پیشم نخواه، بیادرم از پیشم یک درکات نماز نخواه، مادرم از پیشم تقاضا نکنه، از پیش از او فرار میکنی، سیل میکنی که 40-50 رکات نمازت رفته برای یک کسی که بسیار بدت میایه، کسی را که دوست داری بر از او کمک کرده نمیتونی، از او فرار میکنی. اما برای کسی که بدت میایه بد است خود نیکی های خدا تسلیمی از او کردی. این حال علاج غیبتی است که اول انسان بفهمه که اینی بدی ها را داره و همچنان ایره بفهمه که اگر او جانب مقابل خبر شود برای چی بدی های دنیایی برش پیدا میشه و چقدر در بین مسلمان ها بدبینی پیدا میشه و چقدر تو صف مسلمان ها را خراب میکنی و چقدر تو مسلمان ها را اذیت میکنی. بسیاری وقت است که یک غیبت عادی یک نفر صف مسلمان ها را تکت تکت کرده و شکستانده.
دوستی و اخوت و برادری اسلامی را از بین برده. افزعوا